بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و آرزو و استدعای صحت و سلامتی به تک تک شما شاگردان نازنین امیدوار استم که خوب و جور و صحت باشین و خوشحال استم که بازم با درس جدید در خدمت شما نازنینا ها قرار دارم. مضمون ساعت کنونی ما و شما مضمون ریاضی از صنف ششم می باشه که موضوع درس ما ضرب و تقسیم کسره هام درس 23 و صفحه 31 کتابتان درج است. نازنین های استاد شما فرشته سلطانی. قسمه که در مقدمه گفتیم امروز ضرب بود تقسیم کسرها ما میخوانیم نازنین های ما درس گذشته به یادتان است که چیک بود بله درس گذشته ما شما عملی جمع و تفریق کسره بود که ما شما درس خوب خواندیم و با همدیگر یک جای آموختیم که چطور میتونیم کسرها را با حالتهای های مختلف چی بکنیم از هم... یعنی با همدیگر دیگر جمع و یا تفریق کنیم حالا می خوانیم ضرب و تقسیم شه شما نازلین می فهمیم که ما در عملی ریاضی چند عملیه داریم چهار عملیه داریم عملی جمع عملی تفریق عملی ضرب و عملی تقسیم عملیه ها چارگانه در تمام حالت ها چی بود یعنی با اعداد هم ما می ای عملیه ها رو انجام بتیم، با کسرها هم می میره انجام بدیم خب میاییم سر موضوع درس امروزی ما درس گذشته را گفتیم که جمع تفریق کسرها بود که سه داشت و هر سه حالت ما شما با هم دیگر خواندیم. حالا می خوانیم ضرب کسر هام. ضرب کسر هام چی است؟ بیاین که امروز با شما با هم دیگر چی کنیم؟ درس جدید خود آغاز کنیم. در ضرب کسر هام ما شما میخوانیم که کسرهایی که دارای عدد صحیح نیستند در عملیه ضرب صورت با صورت و مخرج با مخرج ضرب می گردد واصل ضرب صورت در صورت و اصل ضرب مخرج در مخرج نوشته می شود حالت اول ضرب کسرها ای را می نازنین که اگر ما شما دو کسر داشته باشیم که دارای عدد صحیح نباشد یعنی تنها کسر ساده باشه مثلا دوی بر دو و یا سه بر چار کسر کسرهای ساده هستند های ساده باشن در عملی ضرب دیگه ضرورت ما شما به حالت اول و دومی که مثل در عملیه های جمع خواندیم حالت اول مخرج و حالت دوم اگر مخرج نمی بود ام میساختیم می ساختیم در عملی ضرب ضرورت به او حالت ها نداریم یعنی بسیار ساده و آسان و دلچسب است کسرهایی که دارای عدد صحیح نیستن گفتم مثل کسر دوی بر پنج ضرب در کسر سه بر شش در این جدی که ما شما ضرورت به این نداریم که دو کسر خدا چون مخرج هاشان مختلف است مخرج بسازیم یا تجنیس کنیم مستقیما صورت با صورت ضرب میکنیم مخرج با مخرج حاصل ضرب هر چی که بود عبارت از حاصل ضرب کسر هاست یعنی سه ضرب دو دو ضرب سی و پنج ضرب شش دو سی شش شش پنج سی پس کسر حاصل ضرب از این کسر ما چی است شش بر سی است یعنی با کسرهایی که عدد صحیح ندارن در عملی ضرب صورت با صورت مخرج با مخرج چی میشه؟ با هم ضرب میشه دیگه ضرورت برای از نداریم که ما نازن که ما شما اونا را هم مخرج بسازیم مثل که در عملی جمع و تفریق انجام میدادیم پس ببینین عملی ضرب چقدر ساده و آسان و دلچسب است حال می با کسرهایی که دارای عدد صحیح هستند در ابتدا کسرها را غیر واجب کرده بعدا صورت با صورت مخرج با مخرج انجام چی میکنیم ضرب میکنیم یعنی در عملی ضرب اگر ما داشته باشیم دو صحیح یک بر سه ضرب در چهار صحیح پنج بر دو اینجا دو کسر داریم که دارای عدد صحیح هستند تنها کاری که اینجا می کنیم کسرها را یعنی اعداد سیر شامل کسر می سازیم غیر واجب می کنیم بعد از غیر واجب کردن صورت را با صورت زرد می کنیم مخرج را با مخرج عدد سی به مخرج دو سی شش جمع صورت دو سی شش شش جمع یک افت بر سی زرد در دو چار اشت اشت پنج، دو چار اشت اشت پین مساوی می شود سیزده بر دو حالا ببینید نازنین ها ما و شما کسرهای جدید بعد از غیر واجب داریم هفت بر سه زر در سیزده بر دو در عملی زر بر ما و شما میگه که دیگه ضرورت نیست که ما و شما مخرج ها را با هم تجنیس کنیم صورت با صورت مخرج با مخرج چی میکنیم؟ زر میکنیم یعنی سه زر دو و هفت زر از اینجا مساوی میشه به هفت بستی یک دو اصل یک افت افت دو نو نوادی یک بر دو سی. شش پس عبارت از جواب سوال ما و شماست یعنی صورت با صورت مخرج با مخرج چی کردیم؟ ضرب کردیم نازنین هم ضرب کسره هم همی روز خاندیم ضرب کسره هم دو حالت داشت یکی حالت ازی که کسرها ساده باشن بدون عدد صحیح باشن صورت با صورت ضرب میکنیم مخرج با مخرج و از آسل و دست میاریم و اگر ما شما در حالت دوم کسرهای داشته باشیم که عدد صحیح داشته باشند پس اول عملی غیر واجب انجام میدیم بعد از ازی که کسرها را ساده ساختیم صورتها را با صورت و ها را با هم دیگر چی میکنیم؟ ضرب میکنیم و آسل ضرب پیدا میکنیم این بود ضرب کسر آن نازنین های میخواییم اینجا یک دو مثال دیگر را براتان حل بکنم تا خوب تریت یاد فرض کنین عدد چار بر دو ضرب در شش بر سه ضرب در یک بر چار مساوی از بر سه کسر داریم پس آله چی میکنیم؟ مثل آلت اول صورت ها با صورت چون کسرهای ما دارای عدد سعی نیستن ساده هستن و مخرج ها با مخرج چی میکنیم؟ ضرب میکنیم پس 4 ضرب 6 24 24 ضرب 1 مساوی میشه با 24 بر 2 ضرب 3 6 6 ضرب 4 24 و, و قسم که در شما میفهمین هرگاه زمانی که صورت و مخرج یک کسر با هم دیگر مساوی شود یا عین عدد باشه خود کسر مساوی است به یک حالا می خواهم یک کسر دیگه ایره که عداد سهی داره بر نوشته کنم. مثلا دو سهی یک بر سه زرب در چار سهی دوی بر سه زرب در سه سهی یک بر دو این قسم کسرها را چه رقم زرب می میکنیم نازنین آلت دوم ضرب است بله ما شما گفتیم که صورت اول کسرها را با هم غیر واجب میکنیم بعد از او با صورت ها را ضرب صورت و مخرج ها را با هم دیگر چی میکنیم ضرب میکنیم پس اول چی باید بکنیم اول باید عملی غیر واجب انجام بدیم غیر واجب دو زرب سه شش،, شش جمع یک هفت بر سه ضرب در سه چار دوازده دوازده جمع دو چارده بر سه زرب در سه دو شش شش و یک هفت بر دو آل دیگه کسرهای ما چی شد؟ ساده شد ساده ما میتونیم که صورتها را ضرب صورت و مخرج ضرب مخرج کنیم پس وقتی که صورتها را ضرب کنیم هفت هفت چلو نو نازنین های میشه پس چلو نو را ضرب چارده میکنیم چلونو ضرب چارده مساوی است به نو چار سی و شش سی و شش شش آمد بر سه چار چار شانزه شانزه و سه یک نو نو یک چار چار شش نو نو رشتش. یک وصل یکو و چار پنجی. یک و ما شش پس صورت ما چند میشه؟ شش سد بر سی سه نو نو دو اجده. دیدین که ما تانستیم اگر ما بیشتر از دو کسر داشته باشیم در آلت زرب میتونیم که بسیار ساده صورت ها را با هم و مخرج ها را با هم زرب کنیم و آصل زرب پیدا بکنیم و اگر در آلت که ما شما چندین کسر داشته باشیم یا بیشتر از دو کسر که دارای اعداد صحیح باشند داشته باشیم مثل آلت قبلی اول غیر واجب شان می میکنیم کسر ها را ساده میسازیم بعد از ساده سازی صورت ها را با هم و مخرج ها را با هم چی میکنیم زرب میکنیم و آصل زرب و دست میاریم این بود عملی ضرب کسرها نازانی نایمه آلی میاییم بالای عملی تقسیم عملی تقسیم کسرها چی است نازانی ببینین ما اینجا یک آلت در عملی کسرها داریم اگر کسرهای ما ساده باشه یعنی بدون عدد سهی باشه اول چی میکنیم؟ عملی تقسیم تبدیل به ضرب میکنیم چرا رقم تقسیم به ضرب میکنیم؟ فرض کنین عدد کسر سه بر دو تقسیم بر کسر یک بر سه باشه زمان ما ایرا تقسیم کرده میتونیم گفتیم عملی تقسیم چی میکنیم که کسر اول خودش می نویسیم عمل تقسیم به ضرب تبدیل میکنیم و کسر دوم معکوس میسازیم یعنی صورت در مخرج و مخرج به صورت می نویسیم بعد از او بود به مثل عملی ضرب انجام میدیم یعنی صورت با صورت و مخرج با مخرج پس اینجا چی میکنم چون کسر ما ساده است عدد صحیح نداره کسر اول سه بر دو است خودش می نویسم. عملی تقسیم بر ضرب تبدیل میکنم کسر دوم ما را معکوس میسازم یعنی صورت با مخرج می و مخرج به صورت پس مخرج سه است و صورت نوشتم و صورت که یک است به مخرج نوشتم حالا ببینیم ها آلت ضربه به خود گرفت پس در این صورت با صورت و مخرج با مخرج چی میشه؟ ضرب میشه یعنی 3 ضرب سه بر دو ضرب یک مساوی از به 3 ضرب سه نو دو ضرب یک دو پس حاصل تقسیم سه بر دو بالای یک بر سه عبارت است از نو بر دو است نازنین و یا فرض کنین کسر دو چار بر سه تقسیم بر دوی بر 4 باشه از اینجا چی میکنیم؟ مثل مرحله اول که حل کردیم کسر اول خودش می نویسیم یعنی چهار بر سه عملی تقسیم به ضرب تبدیل میکنیم دوی بر چهار مکوس می سازیم دوی بر چهار میشه چهار بر دو آل دیگه آلت ضرب است صورت با صورت یعنی چهار ضرب چهار و مخرج با مخرج سه ضرب دو مساوی میشه به چهار چهار شانزه بر دو سه شش دیدین نوزنین که چقدر عملی تقسیم کسرها هم ساده و آسان بود مثال بعدی پنج بر دو تقسیم بر سه بر شش بازم چی میکنیم؟ کسر اول که پنج بر دو از خودش عملی تقسیم تبدیل به ضرب میکنیم کسر دوم رو ما رو معکوس میسازیم یعنی صورت و مخرج و جایشان تبدیل میکنیم سه بر شش است 6 بر سه می نویستیم. از اینجا ببینیم آل, آل عملی ضرب است آلت ضرب قرار داریم پس صورت با صورت مخرج با مخرج یعنی پنج ضرب شش و دو ضرب سه مساوی میشه و 5 سی بر دو سی شش چقدر ساده و آسان تانستیم که عملی تقسیم کسرها را هم انجام بدیم ای بود حالت کسرهای ساده عزیزای دل که ما شما چی نداشتیم؟ عدد صحیح نداشتیم اما اگر کسرهای داشته باشیم که حالت صحی داشته باشند یعنی عدد صحی داشته باشیم در کسرهای خود باز اونها را چه قسم تقسیم میکنیم؟ بین این یک مثال با هم دیگر ببینیم مثلا کسر سی صحی یک بر دو تقسیم است بر چار صحیح دوی بر سه مثل عملیه های جمع، عملیه های جمع و تفریق و مثل عملیه ضرب اول ایناره را چی میکنیم؟ غیر واجب میکنیم بعدا عملیه تقسیم بالاش انجام میدیم پس زمانی که غیر واجب کنیم دو ضرب سه، شش، شش جمع یک مساوی میشه بر افت بر دو تقسیم بر سه، سه سه دوازده، دوازده و دو چارده بر سه نازن اینای ما اینال کسرها ساده شد پس کسر اول که بر دو است خودش عملی تقسیم به ضرب تقسیم تبدیل میکنم کسر دو مکوس یعنی سه بر چارده آلی عملی ضرب از پس دیگه صورت با صورت و مخرجم با مخرج چی میکنم؟ زر میکنم. افس بیستی یک بر دو چار دیما میشه بیستو عشق دیدین آزازونه که من جواب سوال بسیار ساده یافتم در زمان وقتی که ما در عملی تقسیم با کسرهای میخوریم که عدد سعی داشته باشن مثل عملی زد، مثل عملی تقسیم، تفریق، مثل عملی جمع اول کسرها را غیر واجب ساده میسازیم بعد از او عملیه را بولاش انجام میدیم من کسرها را ساده ساختم و بعد از او باز کسرها را چی کدم؟ عملی زرب بولاشان انجام دادم نازنین ما کار خانگی شما. کار خانگی شما ناظرین ها ای است که سه سوال را که اینجا می نویسم در کتابچه هایتان یاداش نموده و نزد تان اون را عل بکنین و پرکتس کنین تا خوبتر عملی ضرب و تقسیم کسرها را چی کنین یاد بگیرین مثلا ما کسر دوی بر سه ضرب چهار بر پنج مساوی به چی میشه؟ ایره پیدا بکنین کسر دو سی دوی بر سه ضرب در چهار سه یک بر دو را با هم دیگر ضرب بکنیم و همچنان کسر سه سی سیی دوی بر چهار تقسیم بر دو سی یک بر سه را با هم دیگر چی کنین تقسیم بکنین نازنین ها این سوالات پیشتانی ها داشت بگیرین عملیه های ضرب و بالایش ضرب و عملیه های تقسیم و بالای تقسیم چی کنین انجام داده و با امید صحت سلامتی شما نازنین ها درس خود خاتمه میدیم تا درس بعدی که باز من در خدمت شما قرار میگیرم خدا نگهدار